ساعت پیش با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن گفتگوی داشتم و از او در رابطه با انتخابات هند و تأثیر آن بر وضعیت مسلمانان این کشور پرسیدم. با هم پاسخ دکتر ابراهیم روشندل را بشنویم. خب، ضمن عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون در رابطه با موضوعی که اشاره کردید، انتخابات پارلمانی هند که حدود 3 تا 6 هفته طول خواهد کشید، در رابطه با موضوعاتی که برای مسلمانان هند اتفاق میفته، خب البته این مسبوق به سابقه هست. با اینکه ما در سال 1952 یک آمار 2% از حضور مسلمانان در پارلمان رو داشتیم، این رقم در سال 1980 به بالاترین رقم میرسه، یعنی حدود 49 نماینده به جای 11 نفر، و در سال 2009 ما این رو در حد 4% یا 27 نفر میبینیم. دلایلی که موجب میشه ما به لحاظ جامعه شناسی باید در رابطه با کاهش حضور مسلمانان در انتخابات هند یا به عبارت دیگر حذف سیاسی اونها از صحنه معادلات دموکراتیک یا صحنه انتخابات یکی از مظاهر مشخص در بروز دموکراسی در کشورها محسوب میشه بنگریم، میشه به چند تا عامل اشاره کرد. یکی از عوامل مربوط میشه به وجود تبعیض علیه مسلمانان که ریشه تاریخی داره. این ریشه تاریخی از زمان فتح شبه قاره هند توسط مسلمانان یک شوک بزرگی رو در ذهن برخی از این افراطی های هندو به وجود آورده که هر فردی که در واقع مسلمان هست تا زمانی که بر دین خودش باقی هست یک هندوی کامل نیست. طبیعتاً در طول تاریخ شاهد خشونت‌های بسیار زیادی بین هندوها و مسلمانان بودیم. گروه سیک به عنوان افراطی‌ترین گروه همواره تلاش کرده که کشتار زیادی را علیه مسلمان‌ها انجام بده. در حال حاضر حزب حاکم بهاراتیا جناتا که آقای مودی نخست وزیر فعلی در واقع رهبری میکنه اون حزب رو، ما در رابطه با رفتار این حزب جهت کاستن نفوذ مسلمان ها و حضورشون در انتخابات و حتی در عرصه فعالیت های اجتماعی موارد خیلی زیادی داریم. یکی از اونها تخریب مساجد اونها هست، مسلمانان که به تصور اینکه اونجا قبلا معبد بوده، معبد هندوها بوده. مطلب بعدی در رابطه با سیاست های خشن آقای مودی در سلب در واقع حقوق شهروندی از مهاجرینی که مسلمان هستند به این کشور وارد میشن، رشد طبقات ضعیف جامعه در این کشور هست، یا قانون اصلاح اصل شهروندی هست، تمام اینها تأثیر منفی روی مسلمانان هند گذاشته. ما در این شرایط میبینیم که مسلمان ها با اینکه یک جمعیت 200 میلیونی رو تشکیل میدن در این کشور، ولی عملا در صحنه معادلات سیاسی هند به ویژه در انتخابات اخیر خیلی حضور پررنگ ندارن. این موارد رو عرض کردم به دلیل اینکه میخوام ورود داشته باشم به اون مبحثی که دلایل کاهش نفوذ مسلمان ها یا حضور مسلمان ها در معادلات سیاسی هند چه تبعات منفی میتونه داشته باشه. اولا کم رنگ شدن نماد دموکراسی در کشور هست که هند خودش رو دعایه‌دار بزرگترین دموکراسی جهان میدونه. دوم تحریک مسلمان ها و طبیعتاً رشد یک سری سیاست های تبعیض‌آمیز دیگر علیه مسلمانان در آینده خواهد بود و این میتونه اختلافات فرقی رو به مراتب شدیدتر و بیشتر بکنه. من امیدوارم که این بازنگری در رابطه با مسائل حضور اقلیت‌ها در انتخابات به یک شکل یکسانی پیگیری بشه و این معادلات بتونه در جهت حضور تمام گروه‌های سیاسی و به ویژه مسلمان‌ها بتونه محقق بشه.
این موردی که الان ما شاهدش هستیم به گمان من اگر انتخابات در یک راستایی بره که ما شاهد حضور بسیار کم مسلمانان در پارلمان بشیم، در نگاه سیاسی هم میتونه مسلمان ها رو به سمت تقویت یک سری جنبش های اجتماعی، چه حالا به شکل صنفی و چه به حالت سیاسی و همسویی با احزاب مخالف دولت هند در آینده سوق بده، که خود اون میتونه موجب بروز اعتراضات در شکل دیگه‌ای بشه و دموکراسی هند رو ماهیتش رو زیر سوال ببره. خیلی متشکرم.